سلام، خوبید بچه ها؟ انشالله که درس تالس رو یاد گرفته باشید، که باشید میزون باشید، نتیجه خوب باشید. چند تا سوال حل کنم از تالس. بعد یه قولی بهتون داده بودم که ثابت کنم که چجوری میشه که وقتی از لای وسط موازی ها رو میخواییم استفاده کنیم میشه بالا بکن. اینو من گذاشتم آخرای این دهمی جلسه یا حتی اول جلسه بند نکنم، چون یکم که شما با قضیه تالس بیشتر آشنا میشید فهمیدنش راحت‌تر میشه. فعلا الان من احساس میکنم اگر اثباتش رو بگم، اثباتش آماده هستم، اگر اثباتش رو بگم نتیجه کمتری میگیرم. اینه که یکم بیشتر با تالس و قضیه تالس و مسئله هاشو اینا آشنا بشین، بعدش برم سراغ اثباتش، فکر کنم نتیجه بهتری بتونم بگیرم. خب بگذاریم این سوال رو حل کنیم. حتی هر جلدش اینجا هست توضیحش رو بگم. این مثالی که توی کتاب در شکل مقابل MN با BC موازیه، MN با BC موازیه، مقادیر این سویجک رو به دست آورید. خیلی یا ایتونه چکار میکردید این به دست آورید؟ گفتیم که از اونجایی که MN موازی با BCه، پس تالس به همون میگه مثلا AM به MB مساوی با AN به MC، و مقادیرش رو جایگذاری میکردیم و حلش میکردیم. AN به MB مساوی AN به MC، مقادیرش رو جایگذاری میکنیم. B سپسه مساوی با x منهای نیم به 2.25، یه طرف وسطه میخواد x رو ضرب در 2.25 میکنیم میشه 2.25x، مساوی با 3 رو ضرب در این دوتا میکنیم میشه 3x منهای 1.5، و معادله حل میکنیم. 3 رو بریم اون طرف رو الی آخر، معادله رو حل کردیم، x رو مساوی میشه با عدد 2، و میخواییم y رو به دست بیاریم. پس من این x هم الان 2 میخوام y رو به دست بیارم، چون از راه وسط رو میخوام به دست بیارم. من میگم بالا به کل، بالا میشه x، کل که میشه بالا دیگه 2 هستیم، دیگه x وجود نداره، میشه 2/5، اون بر میشه y به روی 2 ضرب در 2 به اضافه نیم، بالا به کل با نسبتش با نسبت از داره وسط و باید حواسمون باشه. خب ببینم اینجا هم رو نوشته AM به AB میشه بالا به کل مساوی با وسطی ها، پس میشه 2 به کلش که 5 مساوی با Y به 2 × 4 به اضافه نیم 4 می دوباره طرف وسط این انجام بدیم و Y به دست میاد 1.8. این هم مثالیه که توی کتاب حل شده. ببینیم جلوتر چی داریم. تمرینه صفحه 36 رو داریم، البته توی کتاب من صفحه 36ه، شاید توی کتاب شما صفحهش متفاوت باشه. بریم سراغ حلش. گفته که یه دو همینه موازی هستن با توجه به اندازه کار خط ها تو پای دی ای، یعنی من اسمش رو میزدم ایس و ای بی. ای بی خب ای بی دو رو که داره اینو میخواد دیگه، اینو به دست دیگه. بریم سراغ قضیه تاکس. من میگم میخوام وای رو اول به دست بیارم، برم سراغ این بالا به پایین، بالا به پایین. آقا یه کار دیگه میتونیم کنیم اینجا، به جای اینکه بالا به پایین رو پیدا کنیم، پایینیت به دست بیاریم، بعد این رو با دو جمع کنیم، کل ایدی به دست بیاد. از همون اول میتونم بگم 2 به کل، این برم بشه 1 به کل. آره هیچ فهمی نمی کنم،
اون کار رو انجام بدی، یه سره میتونی ایبی رو به دست بیاری، این کاری که من دارم انجام میدم و انجام بدیم، اول واید رو به دست میاری، بعدش با دو جمع میکنیم نتیجه حاصل میشه. پس من می‌نویسم از اونجایی که دی ای موازی با بی سیه، تالس میگه ای دی به دی بی مساویه با ای بی به ای سی. عدد بنویسم دو به ایگرگ مساوی میشه با یک به نیم. طرف وسطه کنیم یا تناسب حل کنیم، ایگرگ میشه یک. پنج شدیم. در نتیجه ای بی برابر میشه یک با دو جمع میشه، کلش میشه پس ای بی به دست اومد سه. بریم سراغ دی ای، یعنی ضرب وسط رو حساب کنیم. چون ضرب وسط رو دارم حساب میکنم، یعنی یکی از موازی ها رو دارم حساب میکنم، باید حتما میگم بالا به کل. من دیگه اینا رو نمی‌نویسم، از قبل آماده هستش. و خب میتونم بگم دو به سه میشه بالا بکنم، میتونم بگم یک به یک کنیم میشه فهم نمی‌کنم. خب دو به سه راحت هم، یعنی بنویسم ای بی به ای بی مساوی با بی بی به بی سی. خب ای بی دو ایدی سه کلش، وسطی ایدیش ایکس، ایدیش چهار فکر کنم، بعد چهار پس ایکس همون میشه هشت سفر همش هم نقاره ایکس به دست اومد و هم نقاره هست. خب بریم بعدی. ببینیم چی گفته به همون. باز نوشته ام ام موازی با بی سی مقدار ایکس رو به دست بیارید، سپس طول بی سی رو هم به دست بیارید. پس این اگه ایکس باشه من می‌نویسم ایگرک به دستش بیارم. بنویسم از اونجایی که ام ام موازی با بی سی، تالس به هم میگه که خب من اندازه ایکس رو میخوام پیدا کنم، این شکلی میرم جلو. ای ام به ام بی، ای ام به ام سی، پس یک به ایکس، دو به ایکس به اضافه دو. طرف وسطه یک ضرب بشه میشه ایکس به اضافه دو مساویه با دو ایکس. خب ایکس بره اون بر کم بشه میشه ایکس مساویه با دو، مقدار ایکس به دست میاد. حالا ایگرگ رو میخوام پیدا کنم. یه مقدار ایکس هم دارم، دو ایکس هم نه دوه میشه چهار، یک دو ایکس منهای نیم میشه دوی منهای نیم میشه یک و نیم، این هم که ایگرگ. این A باشه، این B باشه، این C، این E و این M. خب چون از در وسط رو میخوام استفاده کنم و این Y رو به دست بیارم، من از ما میگم بالا به کل، یعنی یک به کلش، M M به کلش. در نتیجه یک به سه، یک و نیم به ایگرک،
ایگره میشه چهار میلیون. این هم مقدار خیلی راحت بچه تا هست. این هم مقدار ایگره یمون که به دست اومد چهار و نیم. این هم هست. بریم ببینید سوال بعدی این چی داره؟ گفته که مقدار x و y رو به دست میدید. خب باز دوباره مقدار x و y رو میخواد. 9x x 4. جز به جز جواب میده. سریع به دستش بیارم. می‌نویسم از اونجایی که mn موازیه با bcه، تالس میگه که am به nc مساویه با AM به MB. خب AM میشه 9 به X، این بر X به 4. خب X 2 مساویه میشه با 4 مورد 36. X 7 میشه 6. البته ما میدونیم x میشه مثبت و منفی 6 که توی هندسه ما منفی نداریم، فقط مثبت 6 درسته. این هست مقدار y رو بخوام به دست بیارم، اندازه رو بنویسم. این که 9 این x هم که 6، این هم که 6، این هم که 4. x به اضافه 2 هم که میشه 6 به اضافه 2 میشه 8. این هم که 8. حالا من y رو میخوام پیدا کنم. چون از در وسط رو میخوام استفاده کنم، باید بگم بالا به کل، حالا فرق نمی کنه کدوم رو استفاده کنم. AM به AB مساوی با MM به BC. میشه 6 به 10 مساوی با 2Y منهای 1 به 8. خب پس 2y منهای 1 مساوی با 48 میشه 4 ممیز 8. y بره اون بر، 1 بره اون بر میشه 5 ممیز 8. پس y میشه 22 ممیز 9. این هم از مقدار این هم از این مسئله و یافتن مقدار ایجه. به این صورت این هم محاسبه شد. ببینیم سوال بعدی اون چیه؟ سوال چهار. خب سوال چهار، برای اینکه سوال چهار رو حل کنم مجبورم که عکس قضیه تالس رو هم توضیح بدم، چون گفته با استفاده از قضیه تالس و عکس هم فلان رو ثابت کنم. پس من دارم سوال عکس قضیه تالس، عکس قضیه تالس هم ثابت کنم، بعد بیام سراغ حل این مسئله. خب عکس قضیه تالس رو اینجا دارمش. خب ما میدونیم که برای هر قضیه میتونیم عکس قضیه بنویسیم، منتها گاهی اوقات این عکس قضیه درسته گاهی اوقات نادرسته. اگر عکس قضیه همون درست باشه خودش میشه یه قضیه دیگه، یعنی میشه دو تا قضیه. حالا
اگر این قضیه رو تو یک عبارت بنویسیم، اسم چیزی که بنویسیم میشه قضیه دوشرطی. الان من قضیه تالیس رو که جلسه قبل ثابت کردم، این جلسه هم عکسش رو ثابت میکنم دیگه، محبت میتونیم این قضیه تالیس رو به صورت دوشرطی بنویسیم. ولی خب بهتون من فکر کنم جلسه قبل گفتم، تو کلاس اول گفتم، گفتم که اثبات قضیه تالیس رو امتحان نمیام، اثباتش نمیام. خب بریم سراغ عکس قضیه تالیس ببینیم این عکسش چی میگه. راستی یاد بگیرم از خود قضیه تالیس چی گفته بود بهمون. گفته بود که اگر توی مثلث خطی موازی با یکی از اضلاع مثلث رسم شود، روی دو ضلع آن اندازه های متناسب ایجاد می کند. اگر خطی موازی با یکی از ضلع مثلث رسم کنیم، روی دو ضلع دیگر آن اندازه های متناسب ایجاد می کند. حالا برعکس عکس قضیه چی میگه؟ اگر خطی دو ضلع مثلث را قطع کند، دیگه نمیگه موازی. خود قضیه تالیس میگفتش که حتما خطه باید موازی باشه، ولی اینجا میگه اگر خطی دو ضلع مثلثی را قطع کند و روی آنها چهار پاره خط با اندازه های متناظر متناسب ایجاد کند، آنگاه آن خط با ضلع سوم مثلث موازی است. بچه‌ها پس میگه که ما این مثلث داریم، اگر خطی بیاد دو تا ضلع مثلث رو قطع کنه به طوری که اندازه های متناسب ایجاد کنه، اون وقت باید ثابت کنیم که اون خطی که رسم شده با ضلع سوم موازیه. برهانه پس ما می‌دونیم اندازه هایی که روی پاره خط ها ایجاد شده تناسب داره. می‌خوایم ثابت کنیم اون خطی که این کار رو انجام داده حتما با ضلع سوم مثلث که قطعش نکرده موازی. خب در واقع ما اینو داریم که AM به MB مساوی با AN به NC. یه چیزی میخوام بهتون بگم، حواستون باشه عکس قضیه تالیس اگر تو امتحان بیاد، شما این رو بنویسید به نتیجه نمیرسید. از قصد نوشتم که توجهتون رو بیشتر جلب کنم. نگاه کنید، حتما توی امتحان ترم یا هر امتحان دیگه اگر سوال بیاد و بگه که عکس قضیه تالیس رو اثبات کنید، شما به هیچ عنوان بالا به پایین نباید بنویسید. نمیگم غلطه ها، ولی از این مسیر به نتیجه نمیرسید. حتما بالا به کل بنویسید. یعنی به جای AM به MB بنویسید AM به AB، AN به AC. هیچ مشکلی از لحاظ صورت سوال ایجاد نمی‌کنه، چون ما می‌دونیم از این دوتا هم می‌تونیم نتیجه بگیریم. خب پس یادتون باش اگر این فرمتان بید، اگه بالا به پایین بنویسی به نتیجه نمی‌رسی، حتما بالا به پایین بنویسی. خب اینجا هم همین اتفاق افتاده، AN به AB مساوی شده با AN به AC. می‌خوایم ثابت کنیم که اون دوتا پاره خطی که داریم با هم موازیه، زیرش هم نوشتم با برهان خلف به نتیجه میرسیم. خب پس من الان میخوام با استفاده از برهان خلف ثابت کنم که اگر این تناسب به وجود اومده باشه، قطعا دوتا پاره خط با هم موازیه. خب بریم سراغ نوشتن. فرض کنیم AN
به A B مساویه با A N به A C باشد ولی M N موازی نباشد با B C. فرض کنیم این هست ولی حکم غلطه، یعنی موازی بودنی در کار نیست. فرض کنیم موازی نیست در این صورت. از نقطه N این داره نمیشه نه خدا باشه. از نقطه M خطی موازی با بی سی رسم کنیم. فرض میکنیم ام ام موازی نیست با بی سی، خودمون یه دونه از ام خودمون موازی رسم میکنیم با بی سی. یه آقا اون موازی نبود. این نقطه چین آبیه که من کشیدم موازیه، اون موازی نیست اصلا. من امپیریم رو موازی با بی سی خودم رسم کردم. حال که MMP موازی با BC است، پس طبق قضیه تالس می نویسیم تالس چی می گفت؟ می گفت اگر خطی موازی رسم کنی اون وقت اندازه ها تناسب دارد. AM به AB تالس میگه دیگه، حرف من که نیست که AM به AB مساوی میشه با AMP'ریم به AMP به AC. من که با N کار ندارم که، چرا؟ چون N با من همکاری نکرد، موازی نشد. من خودم AMP'ریم و زحمت کشیدم و رسم کردم، موازی هم رسم کردم بعد فرض با بی سی موازی، چون امپیریم اومده پار خط یعنی زد ای سی رو خط کرده، پس من میگم ای امپیریم به ای سی. درست شد؟ از طرفی طبق فرض AM به AB مساوی بود با AN به AC. با مقایسه دو تناسب بالا نتیجه میگیریم وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم AM به AB جفتشون هم هست، نتیجه میگیریم AMP'ریم به AC و AN به AC برابر. نتیجه میگیریم AMP'ریم به AC مساوی با AN به AC. خب توی این دوتا ما میتونیم مخرج ها رو با هم ساده کنیم. چی میتونم بنویسم؟ AMP'ریم مساوی میشه با AN. از ساده کردن مخرج ها نتیجه میگیریم AMP'ریم مساوی با AN. مگه میشه AMP'ریم که این ور بود N که اون طرفه، اصلا غیر ممکنه که این دوتا با هم برابر باشن، یکسان باشن، چون ما خودمون اینو جدای ام کشیده بودیم.
و اگه اصلا غیر ممکنه که ان پیریم همون ان باشه، ان پیریم با ان برابر باشه، اصلا ممکن نیست که این غیر ممکن است مگر اینکه ان پیریم همان ان باشد. پس فرض خلف باطل و حکم ثابت میشود. پس ممکن نیست که ان موازی نباشه با بی سی، حتما موازی میشه. فقط شما توی نوشتهاتون حواستون باشه که حتما بالا به کل در نظر، بالا به پایین در نظر بگیرید، این جفت و جور در نمیاد. به این صورت دیدم از عکس قضیه تالس که ما فرض کردیم که ام موازی نیست با بی سی، خودمون یکی دیگه کشیدیم که جدای ام باشه و ثابت کردیم اگر ام پیریم رو خودمون موازی بکشیم، اون وقت ان با ام پیریم مساوی میشه، یکسان میشه، هم اندازه میشه، که این ممکن نیست مگر اینکه ان همون ام پیریم باشه. خب اگه ان و ام پیریم یکی باشن، دوباره ما به اون هدفمون که موازی بودنه میرسیم. اینم از اثبات عکس قضیه. پس ما از الان دیگه فهمیدیم اگر قضیه تالسی، اگر خطی موازی رسم بشه اندازه ها متناسب میشن، و اگر اندازه ها متناسب، عکس قضیه، اگر اندازه ها متناسب باشن، اون وقت حتما خط موازی خواهد بود. دوشو عکس قضیه تالس هم عین خود قضیه تالس مهمه. پس من دیگه فهمیدم اگر اندازه هایی که به وجود میاد تناسب داشته باشن، حتما اون خطی که اون پاره خطی که باعث این تناسب شده، حتما با ضرب سوم مثلث موازی میشه. خب برم سراغ حل اون مسئله ها. اینجا بودم، سوال چهار داشتم حل میکردم و دو حواسم هست، یه دینه رو خودم حل نکردم که میخواستم ثابت کنم چرا زرده این وسط تناسب دارم بالا بکن. میگه بچه اینجا آمادش هست تعمیم وزیه تالس، پاکش کنم بیدیده چه. اینجا من آماده دارمش، فقط احساس میکنم اگه الان بگم اون نتیجه‌ای که دوست دارم حاصل نمیشه. به خاطر همین دیگرش داشتم یه خورده بیشتر با قضیه تالس روبرو بشیم و چند تا مثال حل کنیم و بریم جلو که فهمیدن این مطلب برامون راحت‌تر باشه، نتیجه بهتری داشته باشه. اینه که فعلا نگهش داشتم اینو تا تجربه بیشتری پیدا کنیم توی حل قضیه تالس و فهمیدنمون رو بداشتم. بسیار بریم سوال حل سوال چهار. نوشته در شکل مقابل میدانیم AB با A' B' موازیه، BC با B' C' موازیه، با استفاده از قضیه تالس و عکس آن ثابت کنید AC هم موازی میشه با A' C'. خب بچه اینجا نگاه کنید، AB با A' B' موازیه، این مثلث رو ببینید بچه‌ها، این مثلث رو ببینید، مثلث او آپریم پپریم، مثلا بیرون شکل هم میکشم بشه.
اینجوریه. بذار کم بیشتر شرط بکشم. این کوه، این آب پریمه، این بر پریمه، این ایه، این هم بیه. من این مثلثه رو آوردم میگونه کشیدم دوست شو. خود سوالم به این گفته که این دوتا ما هم موازی هم. خب توی مثلث او آب پریم، بر پریم چه اتفاقی میفته؟ از اونجایی که AB موازیه با آپریم و پریم، من میتونم بگم او A به روی A آپریم، حالا یا او آپریم فهم مساویه با او B به روی B و پریم بالا به پایین، این من هم بالا به بذاری ببینم اوه این رو بذاری بالا به طول اگه بگیریم سه سکریم مهم بسیم این هست بریم این برگر در نظر بگیریم مثلثش رو بکشم مثلث او به پریم سپریم میخوام بکشم همینجا بکشمش خود سوالم گفته که این دوتا با هم دیگه موازی هم خواهم این اون زده توی مثلث او به پریم سپریم مثلث سمت راستی بنویسم از اونجایی که بی سی موازی با به پریم سپریم هست او بی به روی به پریم این بالا چون اینو استفاده کردم اینجا اگه این طرف بالا به کل رو استفاده میکردم اون برم بالا به کل میرفتم حالا که بالا به پایین رفتم برم بالا به مساویه با او سی به سه سر از این دوتا چه نتیجه میگیرم مقایسه کنم این دوتا با هم برابر پس این دوتا هم باید با هم برابر باشه پس او ای به آبین مساوی میشه با او سی به سه سپریم برم صحباتش ببینم خب از اونجایی که من باید ای رو به سی بست کنم آبینم به سپریم بست کنم و شکلم خیلی پیچ در پیچ میشه چرا باید در رو بست کنم؟ چون که خود سوال هستم خواسته میگه آقا ای رو به سی بس کن آخرم به سپری بس کن و ثابت کن ما هم موازی هم من برای این شکلم خیلی شروع بلوغ نشه این قرمزا رو پاک میکنم اضافی ها
میگن به این هم کار ندارم. خب یه مثلث دیگه به وجود اومد، یه مثلث بزرگر رو میگن Q3 حالا میگه آقا شما باید ثابت کنید که AC موازی با Q3 مثلا این مشکل رو بردارن بستن. حالا بهتر دیده میشه. میگه ثابت کن AC با Q3 موازیه. من به اطلاعاتی که دارم توجه میکنم، میگم آقا من به این رسیدم که OA به آبریم مساوی شده با اوسی به سه سفریم، یعنی تو مثلث بزرگه خطی رسم شده که دوتا زر رو به اندازه های متناسب تقسیم کرده. عکس قضیه تالس چی میگه؟ میگه اگر خطی در مثلث دوتا زر به مثلث رو به اندازه های متناسب تقسیم کند، آنگاه آن خط با ضلع سفر مثلث موازی است. پس الان من فهمیدم که به خاطر اینکه دوتا ضلع ها تناسب دارند، در نتیجه حتما AC موازی میشه با آپریم سپریم. بنویسم اینجا. در نتیجه عکس تالس به من میگه AC موازیه با آپریم سپریم. پس ثابت کردیم حالا که از لا متناسب شدن و پاره خطی ما پیدا کردیم، حالا ما پاره خط نداریم، خط نقطه چین داریم، پاره خطی پیدا کردیم که از لا رو به نسبت های مساوی تقسیم کرده، عکس قضیه تالس میگه بنابراین این دوتا یعنی ضلع سوم مثلث با اون پاره خطه با همدیگه چی هست؟ موازی. و به اون نتیجه که میخواستم رسیدم. نماز این مسئله. خب ببینم سوال بعدیمون چی داره؟ سوال پنج رو هم حل میکنیم دیگه، این جلسه رو تمومش میکنیم. سه جلسه بعد که اولین کاری که انجام میدم اون نکته ها رو ثابت میکنم و میریم سراغ بقیه. میگه آقا در شکل مقابل میدانیم BC و DE موازی هست. این هم همینگه موازی هست. سو بقیه از بکشم. این دو تا با هم دیگه موازی. BE هم موازیه با DF. این دو تا کجه ها هم با هم موازیه. به کمک قضیه تالس در مثلث های ADE و ADF خودش هم البته گفته. من این سوال رو امتحان بگم هیچ موقع نمیگم کدوم مثلث ها در نظر بگیر، فقط میگم در شکل زیر پیل با این موازیه ثابت کنیم. تمام شدن دیگه، خودتون باید برقیه کار رو بگیم. خب من مثلث این ای دیگه مثلث ای دی ای رو در نظر، این مثلث قرمز رو در نظر بگیریم. توی مثلث ای دی ای از اونجایی که BC با DE موازیه، تالس میگه
تالس ببینیم چی میگه به ما اندازه ای دو رو میخواد. خب میگه ای سی والا به کل به ای سی به ای یعنی والا به کل این برد میشه ای بی به ای دی با هم دیگه تناسب. این از افراد بریم سراغ یه مثلث دیگه. پس معدد مثلثی که انتخاب کردن این شکلی بوده، این شکلی بوده. توی اینجا گفتم به ایسی به ای بی به حالا بریم سراغ اون یکی مثلث. مثلث ای دی اف گاش اینجا اینا موازی هست، این آبیه با این آبیه موازی دیگه، با اون قرمزا کاری ندارم. من قرمزا پاک کنم شکل مثلث هم اینجوریه، دیگه تمشی به بیشتری بهش بدم. اینجوریه A E F B که اینا با همینگه موازی میشه ای بی به ای اف. از اونجایی که ای بی موازی با اف بی میشه ای بی به ای اف مساوی با ای بی به ای بی بالا به کل. مقایسه کنیم این دوتا رو، ای بی به ای دی تو جفتشون هم مشترک، نتیجه پس این وریا با هم دیگه برابره. نتیجه ای سی به ای دی مساوی با ای دی به ای اف. بچه ها یه طرف وسط این ریزی داشته باشیم، ای دو مساوی با AC ضرب در AF. دیدی؟ اوکی؟ خوب بود؟ این هم از اثباتش. حالا آقا از کجا فهمیدی؟ آقا محمدی از کجا فهمیدی که باید بالا به پل بری؟ چرا بالا به پایین نرفتی؟ بچه اگه بالا به پایین هم میرفتیم یه نتیجه دیگه این حاصل میشه که غلط نیست، ولی اونی که سوال ازمون خواست نبود. حالا من از کجا فهمیدم که بالا به پل باید برم؟ من وقتی داشتم مینوشتم نگاه کردم ببینم چی میخواد ازم، دیدم AE رو میخواد. خب من توی این مثلثه اگه بگفتم به AC به CB اون وقت هیچ وقت AE به وجود نمیومد. من به خاطر همین گفتم AC به AE چون که دیدم سوال از من AE رو میخواد، پس فهمیدم کل رو باید استفاده کنم، به خاطر این میشم بالا به دوشو. اگر به جای AE مثلا این وسط ها از CE استفاده کرده بود میفهمیدم باید از بالا به پایین کمک بگیرم چون که CE رو به من گفته. اما خب اینجا چون ای رو خواسته بود از همون که استفاده کنیم و ثابت کنیم، من هم فهمیدم باید از بالا به کل کمک بگیرم تا به نتیجه ای که میخوام برسم. خیلی خب بچه این هم از درس امروز که بیشترش حل تمرین بود. فقط یه قضیه عکس قضیه تالسه رو من ثابت کردم به عنوان درس، ان شاءالله که یاد گرفته باشید و
بتونید تمرین کم کنید، انشاءالله این بخش تموم بشه. یه چند تا سوال خارج از کتاب هم داریم که با هم میشونیم حلش میکنیم. خب بچه ها مراقبتون باشید، درجه یک باشید، درس بخونید، اوکی باشید و اینا هم که انشاءالله خوب یاد گرفتید. امیدوارم که سال کرونایی که خیلی بد شد ولی حداقل نتیجه خوبی توی درس هامون داشته باشید. مراقبتون باشید بچه ها.